با سلام، چگونه با خانواده نامزد یا همسر میتوان حد و مرز گذاشت؟ خانواده‌ای که خیلی در زندگی‌های شخصی همدیگر دخالت می‌کنند و پشت سر عروس حرف می‌زنند و کلاً زیاد نظر میدن و نسبت به اون دختر یه جوری انگار بی‌اعتماد هستن و حالت دفاعی دارن. چطور میشه در عین ملکه بودن و بدون ایجاد دلخوری حد و مرز براشون گذاشت و اعتمادشون رو جلب کرد و باعث ایجاد عشق و صمیمیت شد؟ بله، من چند تا چیزو بهتون میگم. اولا اگر ملکه هستین که پس جواب این سوالو دارین، من جواب نمیدم. اگه که این لغتو همینجوری از یه جای گیر آوردین و نوشتین، خب جوابشو میتونم بهتون بدم. اونا حق دارن که به کسی بی‌اعتماد باشن، اگر که آدمها باعث این شدن که اونا اعتمادشون از دست بدن، شما نمیتونه رو وادار بکنین که به شما اعتماد بکنن. باید رفتار شما به حد و مرزهای اونا احترام گذاشتن، درک این که اونا از دیگران ممکنه آسیبی دیده باشن و یا حتی نسل اندر نسل آسیبی دیده باشن و اصلا اعتماد براشون امکان پذیر نیست، و شما با احترام به خودتون و رفتار خانومانه موقر با حد و مرزهای مشخص برای خودتون و بدون اینکه بخواید که به اونها حکم بکنین که اونها باید چیکار بکنن، برای خودتون حد و مرز بذارین. بعدم اونها آزادن، اگه میخوان پشت سر شما حرف بزنن، شما میتونید دهن مردم رو چفت بکنین، شما رفتاری بکنید که اونها دوستتون داشته باشن، بهتون احترام بذارن، اعتمادشون رو بهتون جلب بکنین، عشق بهشون بدین، محبت و مهر بهشون بدین. اونا ممکنه هیچ وقت عوض نشن، ولی اگه شما دارین این کار رو برای خودتون و رضایت خودتون و شخصیت خودتون و چیزی که خودتون دوست دارین با آدم ها اونطور رفتار بکنین انجام بدین، ممکنه نتیجه بده و ممکنه هیچ وقت نتیجه نده. ولی اگر همونطوری که خودتون گفتین میخواید یک ملکه باشید، ملکه کسیه که رفتار اونو دیگران تعیین نمی کنن. رفتارش خودجوشه، خودش تعیین کننده حد و مرزهای خودشه، خودش میدونه که حد و مرزهاش قابل معامله نیستن و تحت هیچ شرایطی از حد و مرزش نمیگذره، محکم میسته برای حد و مرزهای خودش و دیگران، و طوری رفتار میکنه که احترام دیگران رو برمیانگیزه. و اگر شما این تعلیم رو دیدید، بنابراین حتما میدونید که باید چطور این کار رو بکنید. خیلی ممنون.